مبارزه کیوان بین کیو تارو، همین فایتری که مشاهده میکنید، موتایکار کیک باکسر در مقابل سینا کریمیان، یکی از بهترین کیک باکسر کارا، کسی که کیوان رولز رو خوب بلده در ژاپن. کیو تارو یکی از فایترهای خوب ژاپن، خیلی هم ادا اصول در آورده واسه سینا کریمیان، خیلی هم حاشیه ساخته اینجا، اصلا سینا هم باش دست نداد، با اینکه کیوتارو بادی لنگویجش میگفتش که میخواد دست بده، ولی سینا دست نداد چون اصلا خیلی کارهای مسخره بازی قبل از مبارزه در آورده بود، ادا اصولای زیادی در آورده، عکسش هم اون پایین ناکنی با اداست. در مقابل سینا کریمیانی قرار گرفته که خوب داره کار میکنه در کیوان تو ژاپن. مبارزه آغاز میشه، از همین لحظه دارن همدیگر رو میسنجن. این چه اتفاقی میفته؟ خیلی طوفانی شروع شد، همون اول یه لوکیک اومد بزنه سینا که موفق نشد. مبارزه اولش دارن همدیگه رو خوب میسنجن، یه لوکیک دیگه از سینا کریمه، باز ادا اصول داره در میاره. کیوتارو همش تو لوکیک داره ادامه پیدا میکنه، ببینیم چه اتفاقاتی میفته. ریچ ادوانتج خیلی خوبی داره سینا کریمیان، دست و پای بلندی داره و این کمک میکنه به اینکه زودتر به حریف برسه. لوکیک بعدیش که باز دفاع میشه، گارد پایین کیوتارو داره کار میکنه، ولی یه نشون داد سینا میخواد بزنه، سریع رفت به عقب، یعنی آماده است، به ثانیه ریاکشن نشون میده. باز دارن همدیگر رو میسنجن، هر حرکتی که حریف داره نشون میده، اینا همه مثل شطرنج داره بازی میکنه تو مغز اون یکی که من این کارو کردم اون چی کار میکنه، اون کارو من کردم این چی کار میکنه، یه لوکی که دیگه کیوتارو پاشه کم هم درد گرفت، کلف کیک زد دیگه به سینا، یکم هم پاش میبینی قرمز شد پایین پای امیر، کلف کیکی بود که محکم خورد. باز دوباره هم دیگه در میسازه یه پوش کیک از سینا که باز برخورد نمیکنه، خیلی آروم داره مبارزه ادامه پیدا میکنه. 1:44 به پایین راد اول یه جاب نشون میده، همون رایت پانچ اومد بزنه که باز موفق نشد، گوشه رینگ سینا میخواست نگرش داره که یواش یواش اومد بیرون، یه لوکی که دیگه باز نمیخوره، کلف کیک از کیوتار. کیوتارو خوب داره کار میکنه، کیوتارو باز دوباره یه کلف کیک دیگه، سینا کریمی باری کلا دو تا پانچ بهش زد و یه جاب پانچ، دونم پانچ نزدیکش کرد به گوشه رینگ، اومد ضربه بعدی رو بزنه که کلین چش کرد کیوتارو. باز کلف کیک، همش داره کلف کیک میزنه به پای چپ سینا. سینا ببینید اینجا سویچ کرد پاشو، از ساوپا اومد، از ارتودکس اومد به ساوپا، ببینید هی پارو داره سویچ میکنه که اون اگه کلف کیک هم زد نخوره. باز در میانه ای رینگ هم دیگه رو دارن میسنجن، ببینیم چه اتفاقی همش سنجش. باز دوباره پارو چنج میکنه، یه پوش کیک اومد بزنه که باز برخورد نکرد، یه کلف کیک دیگه قفلی زده رو کلف کیک به پای سینا، ای داره میزنه این ضربا زیاد بشه، پا رو اذیت میکنه. سینا اومد که از بوکس خودش استفاده کنه، جاب بزنه و پانچ، همونو کلینچش کرد. حالا کیوتارو، حالا ببینیم در گوشه رینگ میتونه سینا دیگه داره که نه، سینا خارج میشه، یه کلف کیک دیگه باز میزنه به پای سینا، اذیت داره میکنه پای سینا رو. نه یه دیگه باز یه کلف کیک دیگه، حالا موقع کلف کیک زدن یه دونه فلاینی عالی میزنه سینا کریمیان و باز کلینچ، هی میره تو مایه کلینچ کیوتارو. باز میخواد کلف کیک بزنه، سیاستش اینه که فقط کلف کیک بزنه به پای جلوی سینا، سینا هم یه پوش کیک دوباره باشه داره نشون میده، آره سویچ میکنه سینا که نخوره کلف کیکا رو، پانچ راستش هم که نخورد و در میانه مبارزه کیوان رو داریم براتون گزارش میکنیم که راند اولش به پایان رسید. یکی از بهترین کیک باکسر کارهای ژاپن هست کیوتارو، جنگ روانی هم خوب بلده انجام بده. قبل از مبارزه سینا رو میبینیم که خوب هم لم داده گوشه رینگو با موهای جدیدش، مربیاش هم دارن باهاش صحبت میکنن، صحنه ها رو مشاهده میکنن. کلف کیک رو ببینید داره نشون میده، پایین زانو که میخوره این حالت لوکیک بهش میگن کلف کیک، این ضربه محکمی که اذیت کننده است. داستین پیوریر هم همین جوری کانر مکگرگر رو اسیر خودش کرده بود، بعد کلف کیک میزد و فایترهای دیگه هم حتی این کارو میکنن در مبارزات مختلف. ولی خب سینا چون که ایستاده خیلی خوبی داره میدونه که چجوری بدل این کارو بزنه، دیدی چجوری پا رو هی سویش میکرد که حریفش نتونه اون کلف کارو بزنه. راند اول به پایان رسید، تقریبا میتونیم بگیم تو راند اول همدیگر رو سنجیدن و کلف کیکایی که کیوتارو زد در راند دوم. راند دوم راند مهمی،
هم دیگر باز دارم میزنه، باز کفت یه کفت که دیگه به پای سینا میزنه. سینا باز پا رو سویش میکنه، میخواست پوش رو نشون بده که نزد. حریفش خوب رقص پا داره، ببینید رقص پای کیوتارو خوبه. باز کفت که دیگه سینا فلاینگ نیو میخواد بزنه که باز موفق نمیشه. آفرین یهو که محکم میزنه و حریف رو پرت میکنه زمین با مشتش. نیومد زمین، حریف رو با دست هدایت کرد بزنه و بلند میشه. این جزء ناک داون حساب نمیشه، ولی خب خوب کار کرد در میانه رینگ. یه بکفیس عالی اومد بزنه سینا کریمیان که شانس زوار دریفش نخورد. در مبارزه قبلیش با همین بکفیس تونست حریفو شکست بده که در یه غافلگیری حریفو منفجر کرد. باز پارو داره سویچ میکنه، یه فرانت کیک دیگه، باز اومد جبو بزن و پانچ بزن که کلینچش کرد، ولی اینجا هوک راستش خود بکفیس دومش هم نخورد. سینا انقدر قدش بلنده بالای کله حریف رد میشه، قد حریفش کوتاست، یه ذره بکفیسش پایین تر میزد فکر کنم میخورد و بکفیسش هم خوب میزنه. نیروی گریزم مرکز خوبی داره و بخوره تموم میکنه. دوباره همدیگه دارن میسنجن، یه فرات کیک دیگه، یه لو کیک از سینا کریمیان که دفاع نصف و نیمه میکنه حریفش. اینجا هم یه جا خالی میده. حریفش حریف خوبیه، خوب بره کار میکنه. واقعیت میتونیم بگیم تا الان مساوی رفتن جلو. حالا دفاع سینا رو ببینید، سینا منتظر موقعیتی که پانچ بزنه. ببین پارو با سویچ کرد، پاشو آورد عقب، یه های کیک که نمیخوره چون پای جلوشو حریفش تا ببینه جلوی کرفیکو میذاره. باز اومد پانچو بزنه که حریفش کلینچ کرد، خوب کلینچ میکنه سری. یه فلاینگ نیه دیگه که نخورد. حریفش رقص پای خوبی داره، خوب میچرخه، خوب داره خارج میشه. یه کفیش دیگه باز سینا که اومد بزنه کلینچ کرد. کفیش زیاد زده ها به پای جلو پای چپ سینا، پایین زانوش درد میکنه الان، ساق پاش یعنی ساق پای چپش درد داره، برای همین سعی میکنه با مشت باری کلا. انقدر حواسش به کفیش بود که دو تا پانچ عالی رو زد سینا بهش، اومد های کیک بزنه که موفق نشد و تعادلش از دست داد. 55 سری پایین راند دوم. حالا حریفش یه چپ راست خوب میزنه، باز دوباره یه جپ پانچ دیگه به صورت سینا، یه دونه دیگه سینا بادی پانچ عالی، اومد که لفوک بزنه که موفق نشد. در میانه رینگ حریف سختیه، خوب داره کار میکنه. باز جبو نشون میده، رایت پانچ میزنه، یه کلف کیک دیگه میزنه به پای سینا کریمیان. سینا پاش درد گرفته، داره خوب کار میکنه، رقص پا رو میره. یه لوکی کم از سینا، یه لوکی که دیگه از سینا، کلفش هم نمیخوره، باری کلا به سینا کریمیان. یه لوکی که دیگه محکم میزنه به پای حریف. حالا سینا رفته تو فازه لوکیک زدن، حریفش هم تو فازه کلف. باز دوباره فلاینگ نی اومد بزنه که در آخر تبدیلش کنه به فرانت، کاری نبود. حریفش دوتا رایت پانچ خوب میزنه به سینا، اونقدر کاری نبود که بخواد حریف رو بندازه، ولی خب اینا امتیاز داره. به گوشه رینگ نزدیک میکنه تا میخواد ضربه رو بزنه، حریفش کلینچ میکنه. انگار حریفش قبلا کشتی هم میگرفته، خوب کلینچ میکنه. ثانیه آخر راند دو و تمام. راند دو راند نفسگیری بود، راند شطرنج گونه ای بود. حریفش قفلی زده بود توی کلف کیک، اینجا سینا نذاشت مثل راند اول. ببینیم صحنه ها رو با هم مشاهده کنیم، ببینیم چه اتفاقی افتاده بود. صحنه های مبارزه است، بکفیس اینجا میخوره به پشت سر حریفش، هم به اولین بکفیسش میخوره. ببینید بکفیس اولیشو اینجا زده بود، خوبم خورد. اینجا پانچی که زد که اومد بعدش های کیک بزنه که متاسفانه تعادلش از دست داد، ولی اینا همه امتیاز داره، امتیاز خوبی هم برای سینا ثبت کرده. بکفیسش خورد اون بکفیسش، بس بکفیس حالی زد، حفاظ دهانش یا مافتاردش هم میذاره و این کمونه مشالله. حریفش هر کی اومده یه نقاشی زده و رفته. به هر حال این چیز شخصی، هر کسی میتونه چهرهشو به هر حالتی میخواد در بیاره، ما اینو میگیم که جذابیت گزارش بره بالا. راند سه آماده است برای اینکه آغاز بشه، راند آخره، اینجا هر کسی به آب و آتیش بزنه پیروز این مبارزه است. راند سه شروع میشه دیگه، هر کی هر چی داره بعد رو کنه. سینا رقص پاش کم ریستر شده، یعنی خود آماده است برای زنه. بله چپ راستای خوبی رو نشون میده به حریف که میخواد بزنه. یه کرف که دیگه، یه میت سیکشن کیک از سینا و مبارزه طوفانی تر داره ادامه پیدا میکنه. راند آخره، بعد هرچی دارن رو کنن. خوب داره دفاع میکنه کلفاش سینا. سینا حواسش به کلفای حریف هست، میدونه که فقط میخواد با کلف بزنه. فرانتش نخورد، فرانت کیک اومد بزنه به صورت کیوتارو که نخورد. اینساید لوکی که حریفش خورد و سینا لوکی که خوبی زد. حریفش اینجا میخواد بره تو بوکس که فکر نمیکنم ریسک کنه نزدیک سینا بخواد بشه، چون سینا بوکس بهتری داره. ببینید داره جاب پانچای بهتری میزنه، پانچای بهتری هم داره میزنه. باز نزدیک سینا میخواد بشه که جاب بزنه. سینا یه هوک چپ نشون میده، لوکی که دیگه که نمیخوره. لوکی که حریفش هم
دستونیمه برخورد میکنه. 2 دقیقه مونده تا پایان کل این مبارزه و کلینچ در سکنج رینگ که داور جدا میکنه. ببینید چه اتفاقی میفته. کسی میتونه ناکات کنه. ضربات پایپی از حریف که گاردش بالا بود خوب دفاع کرد سینا. این گارد بالا خیلی مهمه. خیلی مهمه که دستت بالا باشه و در این سطح دیگه به هر حال همه فایترها اینو میدونن و بعضی وقتا اعتماد به نفس کاذب باعث میشه که دستشون پایین باشه و یه بلایی سرشون بیاره. جاپان چه عالی از سینا کریمیان. اوورهند عالی میزنه چپ و راست عالی. چه هوک چپ و راست زد. حریفش گیت شده. سینا باید بره چلو بزنه حریف رو. حریفش نشون میده که نه آماده است. بله دوتا دیگه هم پانچ میزنه و کلینچ میکنه. این کلینچ ها اسیر کرده. یه مشتم تو صورت داور زد سینا اینجا. ماسک داورم اومد پایین. دقت کنید دوباره بزنید عقب میبینید ماسک حریفو ماسک داوری کن. یه فلاینگ نی نصف نیمه و باز کلینچ. یه دقیقه تا پایان مبارزه خوب کار کرده اینجا سینا. اون هوکش خیلی کارساز. یه بکفیس دیگه باری کلا به سینا کریمی ها. چه بکفیس میزنه در گوشه این رینگ حریف رو نگه میداره. عجب کلا آهنی حریفش. عجب کلا آهنی حریفش. باری کلا به سینا کریمی ها نبل نمی کنه. خواد که ناکاپ بکنه حریف رو. حریفش هم فقط میره تو نهایی کلینچ. حساب سینا رسید جلسه این کلینچاش. باز دوباره جاپان. جاپان چه دیگه شم میخوره به سینا. جرئت نمیکنه بیاد جلو کامبینیشن بزنه چون میدونه سینا میزنه. بله اینجا می هوک چپ هوک راست هوک چپ هوک راست. اینجا سینا میره عقب که نتونه کلینچش کنه. رویش هم بالاست میگه بیا بزن یه بکفیس دیگه. باری کلا سینا گیج کرده حریفو. فرانک کیکش هم نمیخوره. ببینید داره میرقصه از سینا. اعتماد به نفس بالای سینا. باری کلا باری کلا. ببینید چقدر داره حریفو خورد میکنه اینجا. آفرین به سینا. ثانیه آخر خودش رو با تمرکز بالا نشون داد. ضربه های خوب میزد. این رای دادن قاضی ها کمک میکنه. 10 ثانیه تا پایان راد سوم. یه هوک عالیه راست داشت میزد که برخورد نکرد. ثانیه آخره یه دونه دیگه. فلاینگ فرانک نمیخواست فرانکیک ماست بزنه که موفق نشد و تموم میشه مبارزه. تموم میشه مبارزه. سرانده نفسگی. بریم ببینیم قاضیات کیو برنده اعلام میکنن. سینا اون رقصش داره ادامه میده با اعتماد به نفس بالا. حریفش که قبل از مبارزه هم خیلی میرقصید هم خیلی ادا در می آورد دیگه الان ساکت نشسته و آماده ایم که قاضی ها و داور ها معلوم بکنن که برنده این مبارزه کیه. یعنی کی میتونه باشه برنده این مبارزه. واقعا قبل از این که ببینید پایین بنویسید. خب قاضی ها باید رای بدن. 3 تا قاضی هست. ببینیم که رای ها چجوری صادر میشه. اگر یکی 2 تا بگیره پیروزه. 3 تا هم بگیره پیروزه. ببینید چه اتفاقی میفته. رای دادن اینجا مهم هستش که مشخص کنه پیروز کیه. خب البته اگه رعیه طوری بشه که بله متاسفانه به صورتی هستش که چون رعیه غیر متحد داورا بوده و متحدانه رعی ندادن به این نفر متحد کامل باشن. این 3 تا رعیه بخوام بیارم میره به یه راند اضافه تر. یعنی هنوز تموم نشده. یه راند اینجا بود که چپ راسته عالی زد. بود که چپ راسته بی نظیری زد. لاینی و هر سازباری با هم فرق میکنه. میدونی که این رایش چقدر بکفیس عالی زد اینجا به صورت کیوتارو. کیوتارو واقعا کلش آهنی اینجا نیفتاده. هر کی دیگه بود الان نقش زمین شده. مبارزه میره به راند بعدی. ای اکس که زده میشه راند اکسترا. بریم ببینیم اکسترا راند چه اتفاقی میافته. این راند رو هم باید ببینن که برنده رو مشخص کنن. خب نزدیک بوده. اون کلفکیکا رو حساب کردن. همه رو حساب کردن. یه جورای مساوی خواستن رای بدن. هر سازمانی فرق میکنه توی این قاضی ها و رای دادنش به چه صورتیه. ولی اینجا مساوی بوده. برای همین میریم راند اکسترا ببینیم که اینجا چیکار میکنن. این راند سرنوشت سازه. این راند سرنوشت سازه. مشخص میکنه برنده که عیار اینجا مشخص میشه. سینا اینجا روحیه بالاتری داره. آماده هم هست. خود کشور ژاپن با یه حریف ژاپنی داره مبارزه میکنه. سخته واقعا. ولی خب الان طرفداری خودش هم جذب کرده. سینا دوتا جب خوب میزنه. داره نزدیک میشه به حریفش. یه لوکیک باری کلا دو تا جب دیگه. اینجا اومد کلینچ کنه. کلینچ خودش در آورد. ضربه رو زد سینا. میدونی که حریفش کلینچ کاره. برای همین میزنه ضربه رو. باز دوباره یه رایت پانچ دیگه محکم. حریفش هم داره ضربه میزنه اما سینا ضرباش کاری تره. میبینید خوب جا خالی میده. خوبم ضربه میزنه. دفاع از سینا. یه جاب پانچ دیگه. دفاع میگه اصلا اثر نداره. یه لو کیک محکم به حریف. یا هایی که نمیخوره. همونو قشنگ کامبینیشن کرد. یه دونه اسپینینگ هیل کیک هم زد. چقدر زیباست. واقعا باید سطح بالایی داشته باشی که کامبینیشن به این زیبایی رو تو این سطح بزنی. حریف ضربه میزنه. سینا میگه کاری نیست. یه جاپان چه دیگه. ولی نباید بذاره سینا بخوره چون اینا امتیاز داره. درسته کاری نیست امتیاز داره برای حریف.
میگه کاری نیست ولی امتیاز داره. سینا باید بزنه، سینا باید بره جلو بزنه. اینا دفاع میشه، اینا دفاع میشه. سینا این کارو نباید بکنه، امتیاز داره. سینا بره جلو که حریفو بعد یه روکی دیگه محکم، یه روکی دیگه که دفاع میشه. ببینید چه اتفاقی میفته. یای کیک از سینا کریمیان، راند اکستراس، بعد هر چی دارن به آب آتیش بزنن. یه بادی پانچ دیگه، دفاع میکنه لفوک حریف رو. سینا به گوشه رینگ نزدیک میکنه، میدونه که حریفو بخواد بزنه، حریفش سری کلینچ میکنه. بله باز کلینچ. خنده سینا رو میبینید، با اعتماد به نفس بالا دفاع میکنه. فکر کنم حریفو بخواد کمی خسته کنه بعد ضربه رو بزنه. میره اینجا تو مایه بوکس، ببین دستاش اومد جلوتر، احتمال داره که اینجا شروع کنه با ضربات پای پیشو زدن. فرانکیکی که نمیخوره، حریفش با گارد پایین یاد یه بادی پاش بزنه به سینا که هیچیش نمیشه. یه مید سکشن کیک یا لیور کیک به حریف. آره کلا سینا باز یه مید سکشن کیک دیگه، یه لو کیک دیگه، دفاع میکنه ضربای حریفو. آره که ضرباش خوب داره میخوابه سینا و ضربه حریفش دفاع میشه. دیگه تو این ثانیه ها ناک اوت کردن سخته چون انرژی ها تحلیل رفته. یه لو کیک دیگه که نمیخوره. 50 ثانیه تا پایان کل این مبارزه. همدیگر رو دارن میسنجن، نفس ها در سینا حبس شده. این بکفیسش دیگه نخورد سینا، حریفش میگه بیا جلو. اینجا حریفش یه رایت پانچ رو میزنه به سینا. 40 ثانیه تا پایان این دیدار. سینا رانده قبلی خوب کار کرده و امتیازاش هم ثبت میشه، ولی اینجا 30 ثانیه مونده تا پایان داره مدیریت میکنه. بعد یکم ضربه رو بزنه خطرناکه تو ژاپن. یوبدی قاضی یه رأی دیگه ای دادن. باز کلینچ از حریفش، کلینچ جدا میکنه، خودش شروع میکنه به ضربه زدن. سینا نزدیک میکنه حریفو، یه لوکیک دیگه، یه لوکیک دیگه، دفاع. لوکیک میزنه و دفاع میکنه. اینجا فلاینگ میاد بزنه که باز کلینچ کرد. حریفش عین کشتیگیرا دفاع میکنه، یوهو میره میگیره زیرو. عجیبه کمرگیریش عالیه. 10 ثانیه تا پایان، 10 ثانیه تا پایان مونده. سینا داره نزدیک میشه، داره نزدیک میشه. یه دونه دیگه میخواد کیک بزنه که موفق نمیشه و چند تا ضربه دیگه هم به حریف میزنه. ثانیه آخره، تمام تمام. سینا دستشو به عنوان پیروز بالا میاره، خب حریفش هم دستشو بالا میاره به عنوان پیروز. بعد میشه قاضی ها اعلام بکنن که چه اتفاقی افتاده. دیگه راند اکسترا دیگه بعد رأیاشون رو کامل بدن. قاضی ها کامل دیدن مبارزه رو و الان باید رأی رو بدن. خوب کار کرد سینا، حریف سختی بود، بولدورم بود، حریفش هم خوب کار کرد. حالا دیگه بعد ببینیم رأی به چه صورتی. حالا این زیر بنویسین واقعا کی برنده است به نظرتون. نبینین آخر ویدیو رو. فایتر بغلم وایسادن، قاضی ها بعد اعلام بکنن، ببینیم چه اتفاقی میفته. رأی به صورت متحد داده میشه یا غیر متحد. خب یک امتیاز برای سینا کریمیان، یه امتیاز هم برای کیوتارو دادن. یه قاضی هم به اون رأی داده، یه دونه قاضی دیگه باید رأی بده. به هر کی بده اون برنده است، به هر کی بده اون برنده است. بله سینا 2-1، سینا کریمیان با رأی غیر متحد داوران پیروز این مبارزه میشه. کیوان باری کلا در مبارزه کیوان در خود ژاپن پیروز میشه. دیگه قلق ژاپنیا رو اومده دستش. سینا ماشاءالله خوب داره شکست میده، خوب داره کار میکنه، ریچ ادوانتیج خوبی داره، قد بلندی داره، از ایران رفته ژاپن و خوبم کار میکنه. همیشه این بالا راحت وای میساده. این مبارزه سخت بوده، اون وای سادنش یکم سخت بود به خاطر کلف کیکا احتمالاً. پیروزی سختی بود ولی سینا تونست مبارزه رو پیروز بشه. اگر از این سبک برنامه خوشتون میاد لطفاً برای ما کامنت بذارین و پیشنهادم بهمون بدین که از فایترهای دیگه از کیا براتون گزارش رو تهیه بکنیم. فقط بدونید که پیشنهادات خیلی زیاده، ما مجبوریم اونی که تعداد بیشتری بوده رو براتون درست بکنیم. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردید. ویدیوهای دیگه اینجا هست، حتما روش کلیک کنید ببینید چه خبره. سابسکرایب یادتون نره. مرسی.